سلام بچه ها، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. امروز میخوایم به وایس های جنجالی بین رضا پیشا و سامان ویلسون ریاکشن بریم. اولین باری که میخوایم به وایس ریاکشن بریم. من گوش ندادم ولی اینقدر بهم گفته بودی که گفتیم ببینیم چجوری است. اگه استقبال کردید از این بعد اگه بیف وایسی هم بود بهش ریاکشن میریم، ولی امیدوارم که این بیفا بره پشت میکروفون و آهنگ بشه و استودیویی بیاد بیرون و ما کیف بکنیم. سریع بریم و بیایم و ببینیم که این وایس ها چجوری است. اول از همه کانال سابسکرایب نکنید حتما سابسکرایب بکنید و اگه کامنت انگلیسی هم بذارید که سابتون نپره. آقا ما 4 روز پیش گفتیم اگه به 16000 تا توی یک هفته برسیم موهای کلمونو میزنیم و آریدی الان 15600. یعنی اگه بتونیم 400 تا سابسکرایبر بگیم در 3 4 روز آینده، من به قولم عمل میکنم و یه ویدیو میگیرم و کچل میکنم تا ستاس، به خاطر اینکه قولشو دادم. ولی واقعا دمتون گرم، اصلا فکرشو نمیکردم که به این هدف به این زودی برسیم. اما بریم سراغ این بیفی که از بعد از آهنگ اسنایپر سینا و علی اوج شروع شد بین سامان ویلسون و رضا پیشرو و بیشتر راجع مزایده NFT که سامان ویلسون قبلا گفته بود که کلا پولشویی، و بعد سینا و رضا پیشرو به خاطر اینکه از هیچ کس حمایت کنن اومدن گفتن همچین چیزی نیست. دو سه روز بعد از پخش آهنگ اسنایپر از سیناب، کاور آلبوم پرواز برای NFT گذاشتن و حدود $5000 به فروش رفت که یه جورایی اینجا بوم میده که چطور این کاور $5000 به فروش رفته، بعد کاور آلبوم هیچکس $400000، یعنی دقیقا 80 برابر. و این یکم پیازداغ این پولشویه رو زیاد میکنه. حالا من نمیدونم، بازم میگم جایگاهی ندارم که بخوام بگم این پولشویی بوده یا نه. بریم سراغ وایسای سامان ویلسون ببینیم که چی گفته. 3-4 ساعت هم مونده این داستان تموم شه، اتفاق خاصی نیفتاده. امیدوارم که من الان اومدم سخنرانی کردم اینجا برای شما سخن شنوین. امیدوارم که این داستان یه جوری بشه که یه ذره این داستان بره بالا، به خاطر اینکه 3-4 نفر هستن که اگه این داستان از اون قیمتی که هست تکون نخوره، من خیلی با بقیه کار دارم 3-4 ساعت دیگه. و اینو قبل از فروش مزایده احتمالاً گذاشته، چون قیمت مزایده پرواز نسبت مجاز خیلی پایین‌تر بود، میگم 1.8. دارم که بره بالا با این حرفایی که من زدم، حداقل 2-3 نفر بیان به داد اینا برسن، آبروی اینا رو حفظ کنن. تو رو خدا بیاین آبروی اینا رو حفظ کنین، چون اگه اینجوری تموم بشه دیگه منم خیلی زبونم دراز میشه. هیچکی هم دوست نداره من زبونم دراز بشه. پس بیاین تو رو خدا اینا رو کمک کنین که این داستان شکل نگیره، چون یه 2-3 ساعت دیگه من دوباره یه سری حرفای عجیبتر میام میزنم. حمید الاب تهدید که ادای کیو داره در میاره؟ آلبوم لذا فروش رفت، کابلش با $5000. پشمام ادا سینا با داره در میاره. لزا رضا پیشرو میگه لزا پیشرو فروش رفت، کابلش با $5000 دلار که میشه 71.2 میلیون تومان امروز، ولی خب تا دیروز 80 میلیون تومان پول بود. بازی عوض شده. اگه بخوای چیزی بگو میتونم چیزی نگی، ولی داستان دیگه کلا عوض شده. پول است خوب اداشو در بیا بریم مقلد بشه. فیدو پول سیاه و پول صورتی و پول قرمز. پول صورتی و پول قرمز صحبت ها دیگه نیست. شما باید میاد طرف با، نمیتونی بگی این آرتیست در کار خودش رو انجام داده. حالا این که آلبوم فروش، آلبوم سروش فروشش، آلبوم فلوش سلوشش، آلبوم سروش فروشش نزدیک 100 برابر این بود. اون اصلا لپتی به ما نداره. این بازی لپت یه جوریه که به هر حال هر کی در جایگاه خودش، و ما داریم این آلبوم اسمش پروازه، یعنی فلای پلژن لپ فلای بشه پرواز، چون پلژن لپ فلای بشه. What the fuck اصلا یعنی چی؟ اصلا اونجوری نیست این بازی، خیلی طول بکشه. این عکس رو ببینید، سامان ویلسون کنار سروش هیچکی هست، اونم رویله. چقدر با هم اوکی بودن الان تو به این بازی عادت کنی و تو جایگاه ما بخوای خودتو قرار بدی. مثل اینکه آلبوم سروش یادتون رفت. اوه ادا رضا پیشو در میاره الان. که آلبوم سروش یادتون رفت. ها
همین هفته پیش 398,000 دلار کاورشون رفت. این چه بلایی سر من آوردین؟ چقدر خوب ادا در میاره لامصب، اصلا رپ کنشه به خدا مقلد خوبی میشه. این باید بره دوبله. 5,000 دلار چیه؟ من پابوسشم نمیرم. این عددی که شما میگین من اصلا کابوسشم ندیدم. چی میگین اصلا شما؟ سامان رفت برگشت، من هنوز اینجا دنبال 5,000 دلار باید وایسم؟ برین ارسیه اینو NFT کنین. بابا چاقا عصبی میشه بابا، این داستان خیلی دوباره سینا تو این لپ گیم فالسی خیلی داستان پیشیده ایه. بذار حالا دفعه بعدی به جای 5,000 دلار باید یک کار بکنم 6,000-7,000 دلار بگیری بابا. حالا آلبوم سلوش اصلا یه داستان دیگه بود، حالا من داستان اونو بعدا میدم برای داستان دیگه قاطی میکنم. باید بیا به جوری میگم داستان داست واقعا داستانش میگم یکم الان بوم میده به خدا. کاور آلبوم پرواز 182 دیگه نباید باشه. اصلا یه داستان دیگه بود، حالا من داستان اونو بعدا میدم برای داستان دیگه قاطی میکنم. باید بیا به جوری میگم که خودت بده، ولی تو اصلا نمیفهمی چی میگی. هی حابیل قابل زابیل زولبیا وامی، حابیل قابل زولبیا وامی، حابیل قابل زولبیا وامی. آجی کمتر بزن. حابیل قابل زولبیا بامیه اینجاست که جالب شده، ولی احتمال هست که دیس و دیسپکی باشه. سوت زد. اگه خواستین جواب این صحبت ها رو بدین، سه تا مسئله رو بیاین جواب بدین ببینم که جدا از ایناست. یک، ارزش کاور تو 1/80 کاور هیچ کس بود. اگه قبول داری که همینجا بحث تمومه. دو، این داستان کلن یه مشکلی توشه، ممکنه یه سری ها با هم زد و بند کنن، آلبوم یکی رو بخرن، آلبوم یکی رو نخرن، پس زد و بند این آدم ها مهمه. اونم به خاطر منیجرت بوده، خاک تو سر اون دیگه. پس من تو سر منیجر منیجر میگیری واسه چی هستن؟ که بیاد به من دیس بده؟ یارو داره آهنگ میخونه اون موقع که باید این کارهای تو رو جمع کنه که بیاد این 5,000 دلار رو بکنه 100,000 دلار، داره تو استودیو با یکی دیگه ضبط میکنه دیس ویلسون برای ترک اسنایپر. این چه وضعیتیه؟ هر کی بره سر جای خودش وایسادی. غیر از این ستاس، ای غیر از این ستاس به من بگین چیه؟ من نمیدونم واقعا دلیلش چیه که این رفت 5,000 اون رفت. تیکای سنگینی داره میده سام ویلسون. 100,000 بیاین توضیح بدین. برین یه دیس بدین، من میگم خودتو منیجرتو اینا رو همه جمع کن دوباره برین یه دیس بدین. 7-8 نفری ها بریزین رو ترک، از بالا و پایین بیاین پایین. ببین ولی جدی، من همونقدر که خنده دارم همونقدر جدی هم. یه لحظه الان تو خیلی از شما خندم میگیره، یعنی اصلا یه حالی هستین، حوصله این کار هم ندارم، ولی یه لحظه اگه بشینم رو اسب بدون اصلا باورتون نمیشه. یه سر کله تهدید به دیس کرد. اوکی این رضا اونجایی گیرت آوردم که من دوست داشتم گیرت بیارم. تو تمام زندگی دنبال این بودی که من گیر بیاری. من هیچی نبستم یا نمیتونم. صدا مسته مسته. تونستم یا نتونستی؟ ولی ببین کجا گیرت آوردم، اونجایی که تاپس رو آمادگی هم دیگه دارم میام سراغ. ببین تو فقط وایس داره میره سراغش. خب بچه ها خیلی داستان جالب شد. به محض اینکه دیس ویلسون به پیشرو یا برعکس یا جفتش اومد بیرون، اینجا ما ریاکشنشو میریم. بشین رو اسب، تو فقط بشین رو اسب، من از سواری بهت یاد بدم. خوشگله ما چی کردنی تو پلاستیکی لایت کنم؟ با سوگو خوردی ندونسته. جواب ابلهان خاموشیست. ببین فکت زیاده، خاک تو سر تو. حداقل من یه منیجر دارم که خاک تو سر منیجر میگه خاک سر تو. این هوای خودشو داره، هوای منو داره، آهنگ میخونه، با دوروبریای من بیزنس میکنه. تو همون یه دونش هم نداری درست حسابی، تو از همین بیزنس هم نمیکنی. این که دو تا چیزام داری اشتباه با هم مقایسه میکنی، بذار بهت بگم. آلبوم اولی هم که این بنده خدا داری میگی گذاشت واسه مزایده، همین هولوش فروش رفت دیگه. من کی ادعا کردم که این همه در حد نمیدونم بوندسلیگا میفروشم؟ خدا رو شکر، خدا بده برکت. تو آتیش بگیر ببین. کپسول لازمی؟ کپسول آتیش نشانی بود. بعد واسه من چالش مالش را نندازنم بیا ایران میان فرودگاه دنبال تو این حرفا. چاغال، من هر موقع دلم بخواد هر جوری دلم بخواد ورود میکنم. این از این میمونم هر چی زشتره ببین بازیش بیشتره. این که میگی دیگران دور و بریا چرا دخالت میکنن دیس فلان اینا، مگه اون سمندون نبود که منیجرتونه دوستتونه استوری میذاشت لایو میذاشت گو میخورد پشت سر من؟ ها جواب های هویه دیگه. فکر کنم منیجر ام جی داره میگه، امینه آرمینه فکر کنم اونو میگه.
تو 16 سال توت گیر کرده، 16 سال بعد میگی که به من بی احترامی نکنی فلان، تو خودت میخوای بهت بی احترامی بشه، خوشگله. آخه مشکل تو اینه، با اینکه ما پذیرفتیم گفتیم آقا زشته، ببین بنده خدا پشت نمی، خودت میبینی میخاری همون جوکس که تعریف کردم، اون توتیه که کونش میخاره که ادای همه چی هم خود در میاره، میبینی چی میگم بهت؟ توتی میخاره. حالا بیا چالش من بهت معرفی کنم، اگه خواهش رو داری مثل من با کون لخبی شمشیر بازی، میبینی چی میگم؟ یه شناسنامه، یه کارت ملی بدون عمو و بابا و دایی و نمیدونم دوستای آقازاده و فلان و اینا، بیا از خونه بیرون مثل من از صفر شروع کن. آخه متاسفانه تو صفرم نداری، الان تو صفرم نداری، یعنی تو رو 37 تا 8 تو اصلا نمیتونی از صفر درست حسابی شروع کنی، ولی بیا شروع کن اگه میتونی، با کارگری، با بدبختی، با حرف شنیدن، با غرورت له شدن. نمیشه آخه، هر کسی که به قول این 37 38 ساله داره اینطوری زندگی میکنه از صفر نمیتونه شروع. بیا بالا به اینجا برس، اگه خواهشو داری اصلا با عقلت، با فکرت، چه میدونم، برو درس بخون، سعی نکن یه رفتاری هم بکنی که باز بهت بی احترامی بشه. اینو چی میگم؟ آره بیا من مثلا با تو کلکل چی بکنم، کفش و کمر و کلام نمیدونم سبز و قرمز و اینجا داره پشت عرفان میاد که میگفت دیس ویلسون به من خیلی سطحی بود، داره اینم به کفش و کلام و اینا گیر داده بود، اینم همونو میگه. با تو کلکل چی بکنم، کفش و کمر و کلام نمیدونم سبز و قرمز و گوجه و خیار و نه ماه همه این زن حامله، عادی که تو حامله نمیشی که، تو 16 سال 15 سال ممکنه طول بکشه، آخرم توده بشه سرطانی. متاسفم واسط، متاسفم، ولی من دارم کاری میکنم که دیگه ببین امثال تو بالا نیان، هزاران دارم گوشو میرم دست همه، حالا برو بده جرش ببین. این دیسه آخری که دادی و اینا نمیدونم عروس و فلان و نمیدونم زرزر میکنی الان تو کانالت، اینه که ما بچه بودیم اصلا تموم شیدیم رفت این سبک و من رو بردم، بعد الان شما با اون سبک بقیه رو دیست میکنیم، بعد بابا چاغال چاغال. ببین گوش کنم چی میگم بهت، نه تو نه همگروهیات اصلا بدو بدوید، پولم رو گرفتم کار کردم، بازم پول بدید دیگه کار نمیکنم، چون راه های خیلی بهتری و سرمزایی هست. چاکرم، چاکر همگی، تو یه نفر رو نمیگم، چاکر همگی. اولین کاری که قرار بود من و مهراد انجام بدیم کار مار بوده، پیچیده دور پله های نرده بوم، یه پله این ور اون ور بری اتفاق ترخ توش، نه بابا نمیذارم بخوابی رو سکه های گنجشون، یه سو استفاده کنی از استعداد رقصشون. قرار بود ما با این کارا چی اتحاد کنیم، قرار بود بهترش بکنیم، قرار بود از اون بچه اسکله بیایم بیرون بزرگ بشیم. خب مگه آلبوم ندیم به اسم بزرگ؟ بزرگ شدیه، یک کلم از حرفای بالای منو جواب ندی، نمیدونم بحثت کجاست، بحث من میدونی مثل اون شعر ایرج میرزاست چی میگفت، یک منار اگه کار ما رو پیش رو میاد بیرون چقدر خفن میشد، زیر لحاف جنبان و یه دونم تو اصفهان، اما این کجا و آن کجا، داستانت اینه دیگه، بکش بیرون این بچه درونت، ببین اون کودک درونت و هر جا من ببینمش انگشتش میکنم، اینو بدون عمرم فلان اینا خار ساعت و سرویس کردن شما، کدوم عمر؟ اگه عمق و یه ذره اومد مهراد بسازه تو داری میرینی توش. آره اصلا برام مهم نیست اون بگیره روم این بگیره روم، من یه گیتار برقی کافیه واسم که بخوام با یکی دیگه کنار خودم فیت بدم، اینو بدون. آره بودو دنبال بازی ببین این ورا میگم پیدات نشه، تو هیچ گوهی نمیشی، متاسفم برات دیگه، الان سیاه خوریه سالشه، به هر جا میخواسته برسه دیگه رسیده دیگه، از این به بعد همش در جای به کار ما رو نمیدونم، حتی اولش من راکاچاکو گفتم اصلا قرار نبود پولی بگیرم، قرار بود دلی باشه، ولی حالا که اینجوری میگی جریان اینه، پولمو گرفتم نوش جونم کار کردم. نمیدونم این اومده به تو گفته تو اعتماد به نفس نداری، نداشت، من پولم داشته باشم به شما نمیدم باهاتون کار کنم، این جریانه. خدافظی. من اونطور که شنیدم میگن که انگار سال اینجا نبود، ولی انگار گفتن که رضا پیشو 72 ساعت وقت داده به سام ویلسون که بهش یه دیس بده و اگه این کارو نکنه خود رضا پیشو بهشون دیس میده. واقعا مشتاقم ببینم که آیا از این بیف وایسی تلگرامی آهنگی میاد بیرون یا نه. بازم بهتون میگم اگه آهنگی اومد بیرون همینجا ریاکشنشو به محض اینکه کار ریلیز بشه ما میریم. حرف دیگه ندارم، لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیو بعدی. مخلص. کی خوب خودشه، کی برای خودش و خدای خودش زندگی میکنه، کی قبول داره این که تو دنیا هیچ کس نیست غم و اندوه نداشته باشه، نداریم، شکلش فرق میکنه. دولت والی مرا 20000 آرزو
خود.